سلام به دوستان عزیز و خواهران و برادران گرامی، خیلی خوش اومدید به کلیسای پردیس و امیدوارم که هفته‌های خیلی خوبی و پر از خیر و برکتی رو در پناه خداوند مسیح پشت سر گذاشته باشید. بیایید تا با هم مراسم امروز رو با دعا در نام مسیح آغاز کنیم. در مزامیر 100 آمده است: ای مردم جهان، برای خداوند آواز شادی بخوانید، خداوند رو با شادی پرستش کنید، با سرودهای نشاط انگیز حضور او بروید. بدانید که خداوند خداست، او ما را آفریده و ما متعلق به او هستیم، او و گوسفندان چراگاه او می باشیم. با شکرگزاری به درگاه او بیایید، او را بپرستید، او را شکر کنید و نام او را بسرایید، زیرا او خداوند مهربان است، محبت او پایدار و وفاداری او تا ابد استوار است. برادران و خواهران من، بیایید تا با هم به حضور خداوند برویم و او را با شادی پرستش کنیم و با سرودهای نشاط انگیز به حضور او بیاییم. خداوند، از این که به ما یک روز دیگر دادی تا با شادی به حضور تو بیاییم ممنون. خدایا به ما برکت بده و ما را در سختی ها کمک کن. امروز را هم در به دستان تو می سپاریم. لطفا به ما کمک کن تا بتوانیم از کلام تو امروز استفاده کامل را ببریم و بتوانیم به چیزهایی که از کلام تو یاد می گیریم در زندگی های من هر روزه به کار ببریم و حتی بتوانیم به دیگران هم انتقال دهیم و خبر خوش آمدنت را به همگی اعلام کنیم. آمین. الان بیایید با هم به اولین آهنگ پرستشی امروز گوش بدیم و خدا را با شادی پرستش کنیم. Oh,
متا 7:24 معمار دانا و معمار نادان. پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها ورزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد، زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد. چون باران بارید و سیل ها روان شد و بادها ورزید، بر آن خانه زور آورد، ویران شد و ویرانیش عظیم. حالا خیلی خوب است قبل از اینکه نگاهی به اون کلام بندازیم و در مورد اون بحث و گفتمان کنیم، یه نگاه خیلی کوچکی به انجیل متی و چرا این انجیل نوشته شده است بندازیم. دت پیش در جایی میخواندم متی عیسی را به عنوان یک معلم بزرگ در انجیل خود نشان داده است که پاهای او در عهد عتیق محکم کاشته شده و به عنوان نوعی از موسای دوم شناخته شده. داستان مسیح در متی، مرقس، لوقا، یوحنا که به چهار انجیل معروف هستند نوشته شده است، ولی هر کدام از آنها مسیح را به طریقه مختلف توصیف میکنند. انجیل متی تو حدودی برای خوانندگان یهودی این کتاب نوشته شده است، زیرا متی خود یک یهودی بود. متی ایمان به مسیح را امری طبیعی میخواند، زیرا زندگی و تعلیم و تربیت عیسی از ریشه های عمیق نشاط گرفته است. مردم اون زمان درباره متی این چنین میگفتند که او شخصی باجگیر و گناهکار است، ولی انجیل درباره اون این چنین میگوید: متی شخصی بیمار بود که به طبیب نیاز داشت. در انجیل متی 9 آیه 9 تا 13 میخوانیم که چگونه زندگی او تغییر میکند بعد از اینکه با مسیح ملاقات کرد. حالا بیایید با هم یه نگاه کوتاهی به داستان معمار دانا و معمار نادان بندازیم. طبق گفته های متی، عیسی عادت نداشت مردم را با موضوع های طولانی خسته کند. در عوض او همیشه با گفتن داستان های جذاب توجه آنها را با مثل ها جذب می کرد و به آنان تعلیم می داد. یکی از دلایلی که مسیح با مثل ها با آنان صحبت می کرد این بود که فهمیدن و درک کردن آن موضوع ها از طریق مثل ها برای آنان خیلی راحت تر و آسان بود. این روزا میدونم که خیلی از ماها در حال حاضر در شرایط خیلی خوبی به سر نمیبریم، ولی چقدر خوب است که ما حتی تو این زمانها و موقعیتهای سخت مثل این روزها بتوانیم به راحتی از سختیها بگذریم و بدون هیچ نگرانی بر آنان غلبه کنیم. مثل معمار دانا و معمار نادان یکی از داستانهای جذاب و آموزنده است که در انجیل متی میخوانیم. این داستان در واقع به ما یاد می‌دهد که کجا و بر روی چه چیزی یا بر روی چه کسی ما بنای زندگی خود را بنا کنیم. تا در موقعیت‌های خاص و یا زمان‌هایی که مشکلات بر زندگی ما هجوم می‌آورند و یا با مشکلات‌های متفاوت مواجه می‌شویم، ویران نگردیم یا زندگی ما ویران نگردد، بلکه بتوانیم به آنها غلبه کنیم. همه ما به خوبی میدانیم که بنای یک خانه چقدر مهم است و اصلی ترین چیز قبل از اینکه یک خانه ساخته بشه بنای آن خانه است و بعد پایه‌ها و قسمت‌های دیگر آن خانه. حالا سوال امروز من از شما این است: بنای ما در زندگی کجاست؟ برای ساختن زندگی خود بران چه چیزی را انتخاب میکنید؟ در کلامی که امروز خواندیم دیدیم که چقدر مهم است که ما بنای زندگی خود را در کجا بنا کنیم و تصمیم درست گرفتن درباره آن چقدر مهم است. در این داستان ما درباره دو شخص معمار که هر کدام از آنها خانه را بنا کردن می‌خوانیم، که یکی از آنها خانه را بر روی سنگ و دیگری بر روی شن. همچنین در داستان می‌خوانیم شخصی که خانه خود را بر روی سنگ بنا کرده بود، بعد از اینکه باران و سیل و حتی باد وزید، هیچ اتفاق بدی برای این خانه نیفتاد، ولی شخصی که خانه خود رو روی شن بنا کرده بود، بعد از اینکه باران و باد و سیل آمد به اون خانه زور آمد و آن خانه ویران شد. دلیلی که مسیح به آنان این مثال را زد این نبود که میخواست به آنها یا به ما یاد بده که خانه های خود را کجا بنا کنیم،
بلکه میخواست به ما یاد بده و به آنها یاد بده که زندگی خود رو باید کجا بنا کنند. در واقع منظور اون این بود که زندگی هایشان را بایستی در مسیح بنا کنند و حتی داشت به آنها میگفت که اگه به حرفای اون گوش بدن و عمل کنن چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر ما انتخاب کنیم که بنای خود را در زندگی مسیح قرار بدیم و محبت او، ما بنای زندگی خود را بر روی سنگ بنا کردیم، یعنی یک پایه محکم. وقتی طوفان ها به فرا میرسند و حتی مشکلات یا حتی سختی ها یا خیلی چیزهای دیگری که در اتفاق میفته در زندگی ما، باعث نمیشه که ما ویران شویم، بلکه با کمک او یعنی خداوند مسیح بر آنان غلبه کرده و شادمانه بر آنان پیروز شویم. اما اگر انتخاب ما غیر از مسیح چیز دیگری باشد، یعنی پول، شغل، جواب هوم آفیس، حرفه، نگرانی و یا بر اساس آنچه مردم راجع به ما فکر میکنند باشد، ما مانند همون مردی هستیم که در داستان خوندیم، یعنی اون معماری که خانه خود رو روی شن بنا میکنه و وقتی که زمان سختی ها مشکلات میاد سراغ ما، ما مقاوم نیستیم و نمیتونیم دوام بیاریم و ویران میشویم. و حالا بیاین با همدیگه این قول رو بدیم که بنای زندگی خود را بر مسیح قرار بدیم و محبت اون، و امیدوارم که این داستان و این کلام چیزی رو به زندگی های شما اضافه کرده باشه و چیزهایی رو ازش یاد گرفته باشیم و بتونین در زندگی های خود به کار ببرید. اومدی توی دلم وقتی دلم جونی نداشت، وقتی که عاقبتم هیچ سر و سامونی نداشت. اشک چشممو گرفتی، شدی درمون دلم، هیچ کسی جست و نگفت چی میگذره توی دلم. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی، دردی نیست وقتی تو باشی، تویی درمون منی. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش منی، ترسی نیست وقتی تو باشی، تویی که جون منی. بخشیدی هرچی گناهه که همه شادی کنن، همه آدم‌های دنیا با تو آزادی کنن. تو بزرگی، تو خدایی، تو همیشه لایقی، تو مهیبی، تو عجیبی، آخر حقایقی. تنها نیستم، همیشه تو با منی، پیش
پیش منی، دردی نیست وقتی تو باشی، تویی درمون منی. تنها نیستم همیشه تو با منی، پیش منی. ترسی نیست وقتی تو باشی، تویی که جون منی. رای رای میکنم در نام پدری که دریای سرخ را باز نمود تا قوم خویش را نجات بخشد. ای پدر ما که در آسمانی، نامت مقدس است، ملکوت تو بیاید پدر، نان روحانی ما را امروز به ما ارزان دار، خطاهای من را ببخش پدر، آنچنان که خطاهایشان را می بخشید. ما را از شر شریران در امان نگهدار و نزدیک ما باش و در قلب من جاری شد. ما را از وجود خودت پربرکت کن پدر، و نور خودت را بر ما بتابان. مشکلات قوم خود را حل کن پدر، مریضان را شفا بخش، و در این روزها با ما نزدیک باش و ما را آگاه کن. قدرت، جلال، ملکوت تا ابدالآباد از آن تو باش. در نام یگانه فرزندت عیسی مسیح، آمین. اطلاعیه برای این هفته: دعا و مطالعه کتاب مقدس هر چهارشنبه، جمعه و یکشنبه ها ساعت 8 شب برگزار می شود. به ما بپیوندید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به واتساپ پردیس مراجعه کنید. یه دور با هم به سراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته. با تو پیدایم پیش و سنهایم، فیض قدوست برد غمهایم، از تو آرامم، نام تو نامم، لعل شیرینت مانده در کامم، در تو آزادم، پیش تو شادم، خون خود دادی، دل به تو دادم، در تو آزادم، پیش تو شادم، خون خود دادی، دل به تو دادم، چون تو عیسایی، عاشق مایی، در تو میمانم، نور فردایی، تو شبانه ما، طعم نان ما، جلوه بخشیدی روح و جان ما، تا که بی هم تو با تو هستم، تو چون که تو گویم ست سران تو، تا که بی هم تو با تو هستم، تو چون که تو گویم ست سران تو. چون تو عیسایی، عاشق مایی، در تو میمانم، نور فردایی،
تو شبانه ما تم نانه ما جلوه بخشیدی روح جانه ما تا که بی همسا با تو هستم تا شکر تو گویم ست هزاران تا تا که بی همسا با تو هستم تا شکر تو گویم ست هزاران تا با تو پیدایم بی تو تنهایم فیض قدوست برده غمهایم در تو آرام نال تو نامم لعل شیرینش منده در کامم در تو آزادم پیش تو شادم خون خود دادی دل به تو دادم در تو آزادم پیش تو شادم خون خود دادی دل به تو دادم عاشق مایی در تو میمانم نور فردایی تو شبانه ما تمنانه ما جلوه بخشیدی روح جانه ما تو شبانه ما تمنانه ما جلوه بخشیدی روح جانه ما او را به سرایید یک بار دیگه بخونیم با هم تو شبان ما هستی طعم نان ما هستی تو شبان ما طعم نان ما جلوه بخشیدی روح و جان ما تو شبان ما طعم نان ما جلوه بخشیدی روح و جان ما و برای پایان مراسم امروز خیلی دوست دارم که دعایی هست که در کتاب مقدس اومده اعداد 6 برای شما بخونم. خداوند شما را برکت بدهد و در پناه خود نگه دارد. خداوند نور چهره خود را بر شما بتاباند و شما را از فیض و رحمت خود برخوردار گرداند. خداوند به شما بنگرد و به شما صلح و آرامش عطا فرماید. به پایان مراسم امروز رسیدیم و همه شما رو به تا دیداری دوباره به در پناه خداوند و برکت او می سپارم. روزای خوب و شادی رو در پناه او داشته باشید. خدا حافظ شما.